درود به همه دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و توی این ویدیو میخوایم در رابطه با افزایش سرعت اینترنت ایرانسل صحبت کنیم یک راهکار بسیار ساده بهتون میدم که با این راهکار میتونید سرعت اینترنت ایرانسل رو به حد اکثر برسونید چرا که اخیرا اینترنت ایرانسل اختلال بسیار زیادی پیدا کرده گاهن اینترنتش ملی میشه و هیچ چیزی برای شما متصل نمیشه جز سایت ها و اپلیکیشن های داخلی چرا که ایرانسل میاد توی تنظیمات اینترنت گوشیتون یک تغییر ایجاد میکنه و همین باعث میشه که شما اینترنتتون ملی بشه یا گاهن اختلال شدیدی پیدا کنه و نتونید از اینترنت ایرانسل استفاده کنید و مورد دیگه این که یکی از دوستان اومده یک راهکاری رو ارائه داده معلوم نیست چقدر کاربردی باشه چقدر جوابگو باشه ولی خیلی جالب بود برام و تصمیم گرفتم که توی این ویدیو به شما اون رو آموزش بدم و شما بتونید از این روش استفاده کنید حالا این روش چی هست متصل شدن به دامینی که فیلتر شده هست بدون نیاز به فرگمنت اگر توجه داشته باشید و قبلا روی CDN کلود فلر بوده باشید میان به جای اینکه سرورتون رو فیلتر کنند دامنه شما رو از بیخ فیلتر میکنن ساب دامینتون رو نه خود دامنه رو میان کامل فیلتر میکنن و خب شما مجبور می شدید که یا برید دامنه رو عوض کنید یا اینکه بیایید از فرگمنت استفاده کنید و دوباره اتصالتون رو برقرار کنید اما توی این روش بسیار بسیار ساده شما دیگه نیازی هم به فرگمنت ندارید و با یک تغییر بسیار ساده توی کانفیگتون به راحتی میتونید اتصال رو دوباره برقرار کنید پس اگر آماده اید ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر در آینده ویدیو جدیدی براتون قرار دادم بتونید ویدیو جدید رو مشاهده کنید دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم بریم سراغ آموزش خب دوستای عزیز اول میریم سراغ برطرف کردن مشکل محدود شدن نت ایرانسل یا همون ملی شدن نت ایرانسل و افزایش سرعت اینترنت ایرانسل من از یک شبیه ساز اندروید روی سیستمم استفاده می کنم تقریبا مراحل یکی هست فقط ممکنه چون نوع گوشی شما فرق کنه این تنظیمات هم فرق کنه اما اسم ها یک شکل هست در ابتدا شما نیازه که بیایید وارد سیتینگ گوشیتون بشید من میام وارد سیتینگ گوشیم میشم شما میتونید از کادر جستجویی که بالای صفحه تنظیمات گوشیتون وجود داره موبایل نتورک رو سرچ کنید یا ای پی ان رو سرچ کنید یا اینکه بیایید وارد نتورک اند اینترنت بشید میبینید که در این قسمت موبایل نتورک برای من وجود داره من میام اون رو انتخاب میکنم میام قسمت ادوانسید میام پایین تر اینجا اون پایین صفحه یک گزینه ای هست ممکنه برای شما فرق کنه ولی اکثرا همینه نوشته که اکسس پوینت نیم همین رو اگر توی همون کادر جستجو که گفتم سرچ کنید هم براتون به راحتی میاد و میتونید انتخابش کنید من بازش میکنم اینجا ما دسترسی پیدا میکنیم به ای پی ان ها اگر زبان گوشیتون فارسی هست نوشته نام های نقاط دسترس اینجا ممکنه یک سری ای پی های خاص برای شما وجود داشته باشه اما اکثرا که اینترنتشون ایرانسل هست یک اسمی داره با نام ایرانسل جی پی آر اس این رو شما باید انتخاب کنید همونطور که میبینید ممکنه در قسمت پروکسی یا در قسمت پورت برای شما نوشته باشه 8080 زمانی که این 8080 اینجا قرار گرفته باشه در اصطلاح نت شما محدود شده و فقط سایت های داخلی برای شما باز میشه پس بهترین راهکار این هست که بیایید اون رو ادیت بزنید و این 8080 رو پاک کنید و اوکی رو بزنید حالا یا بالای صفحه یک نقطه ای هست یا پایین صفحه گزینه ای هست برای ذخیره کردنش میایید این سه نقطه رو میزنید و گزینه سیو یا ذخیره رو میزنید تا این ای پی این شما ذخیره بشه اما اگر همچنان نت ایرانسل شما ضعیف بود سرعتش پایین بود میایید بالای صفحه علامت به علاوه رو انتخاب میکنید بعضا روی برخی گوشی ها ممکنه این علامت پایین صفحه هم باشه جاش مهم نیست فقط کافی علامت به اضافه رو انتخاب کنید و در قسمت نیم بیایید بر فرض مثال بنویسید google.com دات OK اوکی رو بزنید در قسمت ای هم بنویسید مجددا google.com و اوکی رو بزنید دیگه نیاز نیست هیچ گزینه ای رو تغییر بدید بیایید پایین تر این موارد رو بررسی میتونید بکنید APN پروتکل رو بیایید بذارید روی IPv4 و IPv6 این رو روی این گزینه قرار بدید و APN رومینگ پروتکل هم مجددا بیایید بذارید روی IPv4 و IPv6 این دوتا هم اگر نبود تغییرشون بدید و بیایید APN تون رو سیف کنید و یک بار انتخابش کنید داده های گوشیتون قطع میشه بعد از چند ثانیه دوباره برمیگرده و به راحتی میتونید به اینترنت پرسرعت ایرانسل متصل بشید اما بریم سراغ مورد بعدی اینکه چطور بیاییم بدون استفاده از فرگمنت به دامنه فیلتر شده خودمون متصل بشیم توی این روش شما کافیه که در ابتدا بیایید یه دونه کانفیگ از نوع وی یا همون وب سوکت بدون TLS بسازه تنها مشکلی که این روش داره این هست که شما نمیتونید کانفیک هایی که از نوع TLS هستن یا TLS هاشون روشن هست رو بیایید با این روش دور بزنید فقط به درد کانفیک هایی میخوره که ویمس ویلس به اضافه وبسوکت و ریکوست هدر باشه فقط در این حالت هست که شما میتونید با استفاده از این روش بیایید متصل بشید به دامینتون که فیلتر شده کانفیگتون رو که ساختید کانفیگ رو ببرید توی برنامه ویتوری چرا که توی پنلی که دارید ممکنه نتونید اون تغییر ساده رو انجام بدید وی پی خاموش باشه حتما بیایید این آیکون قلم شکل رو بزنید نشانی هر چیزی که هست یا همون ساب دامین فیلتر شده شما اون رو کپی کنید بیایید پایین تر اینجا اگر ریکوست هدرتون روشن هست میتونید اون رو در قسمت هدر وارد کنید یا اینکه نه بیایید اینجا TLS رو روشن کنید در قسمت SNI بیایید اون ساب دامین فیلتر شده تون رو جایگذاری کنید و آخرش کافیه که یه دونه نقطه قرار بدید همینو بس هیچ چیز دیگه نیاز نیست فینگر پرینت تو اینها هم میتونید مثلا بذارید روی کروم باشه این مورد هم بذارید روی h 2 http باشه و این هم روی فالس قرار بگیره و بیایید تیکش رو بزنید ذخیره کنید و میبینید که میتونید بهش متصل بشید من چون ساب دامینم فیلتر نبود نتونستم که این روش رو تست کنم ببینم برای خودم جواب میده یا نه ولی ظاهرا اکثر دوستان این روش رو تست کردن و مستقیما کانفیک هاشون بدون اینکه نیاز باشه برن از فرگمنت استفاده کنن متصل شده و تونستن با این روش از دامین و سابدامین فیلتر شده هم به راحتی استفاده کنن حتما این مورد رو تست کنید و توی کامنت ها برامون ذکر کنید موفق و پیروز باشید